از محروم شدن از ارث پدری تا فرار از مرز افغانستان و تبدیل شدن به اعتبار موسیقی ایران. سلام و احترام خدمت همراهان عزیز کانال ایران بیوگرافی. امیدوارم که لحظه لحظه زندگیتون سرشار از شادی باشه. امروز با بیوگرافی همیرا، یکی از خوانندگان به نام و البته محبوب ایرانی، در خدمت شما هستیم. همیرا یکی از خواننده‌هایی که اکثر استادان موسیقی ایران ازش تعریف و تمجید کردند، چه اخلاقی و چه از نظر صدا. با ما با این قسمت از ایران بیوگرافی همراه باشید. پروانه امیرافشاری متولد 26 اسفند سال 1323 با نام هنری همیرا شناخته میشه. او امسال 78 ساله میشه و امیدواریم 120 سال عمر با عزت داشته باشه. وی از خانواده با نفوذ و سرشناس امیرافشاری که اصالتی آذری دارنده. پدرش از زمینداران بزرگ آذربایجان و مالک 150 شهر و روستا در منطقه شمال غرب ایران بود. از همون دوران کودکی خونه همیرا به افتخار افراد با نفوذ حکومتی شاهد مراسم بزرگ و با حضور هنرمندان نامی اون زمان مثل روحانگیز، بنان، ملوک زرابی و بسیاری دیگر بود که همین باعث شد اولین جرقه های حضور همیرا در اون رشته زده بشه. به دور از چشم پدر و با تشویق همسرش که تازه از آلمان برگشته بود، با نام نویسی در آزمون صدا در شورای رادیوی آن زمان باعث حیرت و تحسین اعضای شورا شد و پس از آن تحت آموزش علی تجویدی قرار گرفت. همیرا در سال 1342 وقتی 19 ساله بود، با فشار پدرش با پسر یکی از تجار بزرگ ایران که همسن بودن ازدواج کرد. اما این زندگی زناشویی بعد از 6 سال با وجود داشتن یک دختر به نام هنگامه به طلاق ختم شد. او در این باره میگه: مادر شوهرم بی نهایت عاشق موسیقی بود و همیشه مرا تشویق میکرد. من همیشه از بس مادر شوهرم رو دوست داشتم تحت کنترل او زندگی میکردم. بعد از مدتی که مادر شوهرم به اروپا سفر کرد، زندگی زناشویی من هم با وجود داشتن یک فرزند به اختلاف کشید و سال 1348 از همسرم جدا شدم. وی در پاییز 1344 شمسی با خوندن اثر صبرم عطا کن به شهرت رسید. این آهنگ در دستگاه سگاه با آهنگسازی علی تجویدی و شعری از بیژن ترقی اجرا شده و در کتاب ترانه‌های ماندگار ایرانی به ثبت رسیده. وی به علت مخالفت پدر با خوانندگی دخترش، فعالیت هنری خودش رو با نام مستعار همیرا آغاز کرد. اما پدرش صدای دختر خودش رو میشناسه و چون آوازخوان بودن دخترش رو دور از شأن خانوادگی خود میپنداره، همه صفحات موجود در بازار تهران رو خریداری کرده و در خانه خود انبار میکنه و به همین علت باعث کمیابی صفحات مربوط به همیرا در اون زمان میشه. بعد از یک سال در طی یک سفر اروپایی که برای پدر همیرا پیش میاد، همیرا که از حمایت مادر خودش برخوردار بود به کار هنری خودش ادامه میده. دومین اثر مشترک همیرا، تجویدی و ترقی ترانهی به نام سرگردانه. اثر پشیمانم بعدن ساخته شد که به دلیل مدولاسیون زیبایی که از همایون به سگاه تغییر مقام میده و باز میگرده، باعث تحول عظیمی در موسیقی سنتی ایرانی میشه. پدر وی با آگاهی از اثر جدید دختر خودش، وی رو از خونه طرد و از ارث محروم میکنه. همیرا در ادامه کارهای هنریش با استاد دوم خودش پرویز یاحقی، آهنگساز و نوازنده سرشناس ایرانی آشنا شده و این آشنایی به ازدواج ختم میشه. شما دوستان عزیز میتونین سایر اطلاعات خودتون در رابطه با همیرا رو زیر این پست با دوستانمون به اشتراک بذارین تا در رابطه باهاش تبادل نظر کنیم. همچنین همکنون لینک دستبندی خوانندگان ایران بیوگرافی در بالای صفحه قابل مشاهده است که خوشحال میشم از این دستبندی هم دیدن کنین. همیرا مدت 6 سال همسر آهنگساز به نام ایرانی پرویز یاحقی بود که در این دوره زناشویی آثار ماندگاری با شعرهای از بیژن ترقی و آهنگهایی از یاحقی مانند مرا نفریبی، هدیه عشق، بهار نورسیده، مرا تنها نگذاری، پنجرهی به باغ گل، آهنگ محبت، با دلم مهربان شو،
بهار عشق من و غیره اجرا کرده. وی بعد از چند سال به دلیل مشکلات ویژه‌ای که براش در زندگی پیش اومد از پرویز یا حقی جدا شد. بعد از طلاق ارتباط هنری همیرا نیز با پرویز یا حقی به طور کامل قطع میشه. همیرا پس از انقلاب به دادگاه های انقلاب اسلامی احضار میشه و به گفته خودش مورد مؤاخذه و آزار روحی قرار میگیره. اواخر سال 1357 وقتی 34 ساله بود به خاطر دید منفی مردم آن دوره به زن بیوه مجبور به ازدواج با صاحب فروشگاه معروف کراوات مسعودنیا شد. این زندگی در اوایل به خوبی و با به دنیا آمدن یک دختر به نام یاسمن داشت پیش می رفت تا اینکه ورق برگشت و این ازدواج نیز به طلاق ختم شد. همسر سوم وی که تاجر کراوات بود پس از انقلاب عملا بیکار شد. همیرا تا اواخر سال 1360 شمسی در ایران ماند و به ناچار و پس از چندین بار تغییر محل زندگی بدون اینکه مورد حمایت همسرش قرار بگیره در همان سال به تنهایی و به صورت ناشناس با گریم در قالب یک پیرزن به همراه دختر 2 سالش یاسمن از مرز افغانستان از ایران خارج شد و به پاکستان رفت. از آنجا به اسپانیا و پس از آن هم به کاستاریکا در آمریکای مرکزی مهاجرت نمود. وی در کاستاریکا دچار افسردگی شدید میشه به صورتی که مدت 1 سال تحت درمان روانپزشک بود. شوهر وی در این میان بدون توجه به همسر و فرزندش به صورت مستقیم به آمریکا مهاجرت میکنه. همیرا سپس به ایالت کالیفرنیا مهاجرت کرده و با حمایت احمد مسعود که در زمینه موسیقی در خارج از ایران فعالیت میکرد کار هنری خودش رو از سر میگیره. هما میرافشار شاعر همسر پسر عموی همیرا بوده که همکاری زیادی با همیرا داشته. بابک رادمنش آهنگساز هم از دیگر هنرمندانیه که با همیرا در چندین آلبوم همکاری داشته. همیرا در سال 1378 خورشیدی به تومور مغزی دچار میشه که به صورت معجزه آسای از اتاق عمل نجات پیدا میکنه. وی بعد از این حادثه نیز یک عمل قلب رو تجربه کرده. همیرا علاقه وافری به سرزمینش ایران داره و ترانه‌های بسیاری برای ایران خونده. او هیچگاه دوست نداشته از وطنش دور باشه و به همین دلیل جدایی وی از ایران و گرفتاری های آن ضربه های روحی عمیقی به او وارد کرده. بیشتر آثار همیرا مطابق با احوالاتی بوده که بر او گذشته. همیرا به خداوند و اعتقاد شخصی خودش به شدت پایبنده و علاقه مندیش به مسائل عرفانی در گفتار، ترانه ها و شیوه زندگی او هم دیده میشه. وی هم اکنون در شهر لس آنجلس زندگی میکنه. همیرا صاحب 2 فرزند به نامهای هنگامه و یاسمنه و از فرزند کوچکترش یاسمن نوهی به نام آریانا داره. همیرا اگرچه خود علاوه بر صدای پر احساسش صدای قدرتمند رو هم داراست اما معتقد احساس در صدا مهمتر از قدرت صداست. طبق گفته علی تجویدی همیرا علاوه بر صدای زیباش شخصیت زیبا و پر احساسی هم داره که این شخصیت در صدای او تأثیرگذار بوده. همیرا به دلیل اعتقاد و روحیه خاص خود به ندرت در مجامع عمومی حاضر میشه و با تلویزیون و جاهای دیگه مصاحبه‌های زیادی انجام نداده. ازدواج با پرویز یا حقی و قطع ارتباط هنری با علی تجویدی سبب شد آثاری که علی تجویدی برای همیرا ساخته بود و اشعار و آهنگایی که بعضن از زندگی همیرا الهام گرفته شده بود به هایده جهت اجرا سپرده بشه. تنها 2 اثر این روزها و وای از این حق ناشناسی شخصا برای هایده و بقیه ترانه ها از جمله آزاده و رفتم و بار سفر بستم برای اجرای همیرا ساخته شده بودند. پس از انقلاب ایران علی تجویدی آهنگهای خام این آثار رو برای همیرا میفرسته تا همیرا نیز این ترانه ها رو اجرا کنه، اما همیرا بازخوانی ترانه ها رو نمیپذیره چرا که معتقد بود این ترانه ها توسط هایده به خوبی اجرا شده و لزومی برای اجرای دوباره ترانه ها نیست. همیرا از خوانندگان نسل قبل از خود به صدای مرضیه علاقه خاصی داره که به همین جهت در مراسم ازدواجش با پرویز یا حقی مرضیه حضور داشته و چندی از آثار خود را در این مراسم اجرا میکنه. او از هنرمندان هم نسل خودش صدای هایده و مهستی رو خیلی دوست داره. همیرا همچنین به صدای گلپا و ایرج و معین نیز علاقه منده. او یاری رسان کودکان بیپناه و بی سرپرست هم هست. وی دوستدار طبیعت و حیوانات بوده و در این زمینه نیز به سازمان‌های مرتبط کمک می‌کنه. او کتاب خاطراتی از زندگی شخصی و هنریش رو آماده می‌کنه و امیدواره که تا ناشری بی‌طرف جهت انتشار این کتاب پیدا کنه.
هومیرا به دلیل ذوق هنریش چندین آهنگ ساخته و گاهی جهت بهبود ترانه هایی که قرار بر اجرای آنها بوده نظر خودش رو در مورد تغییرات در شعر و آهنگ ابراز میکرده. البته نظراتش هم مورد استقبال شاعر و آهنگساز قرار میگرفته. به گفته بعضی صاحب نظران هومیرا ششتانک صدا رو داراست و تحریرهای آوازی او واضح، زیبا و پرقدرته. با تکیه بر نظر استادان فن و موسیقی، هومیرا تونست با ارائه اثری به نام صبرم عطا کن، سبک تازه‌ای به نام هومیراییسم رو در موسیقی سنتی ایران و موسیقی کلاسیک دهه 40 شمسی پایه‌گذاری کنه و تراوت و تازگی خاصی به موسیقی سنتی ایران ببخشه. هومیرا پس از انقلاب ایران به واسطه جایگاه هنریش اعتبار موسیقی ایران لقب گرفت. دوستان عزیز، اگر از دیدن این ویدیو تا به اینجا لذت بردین، این ویدیو رو لایک کنین و کانالمون رو هم سابسکرایب کنین تا بقیه ویدیوهای ما رو سریعتر و راحتتر در اختیار داشته باشین. خیلی خیلی از شما بابت همراهیتون ممنونم. هومیرا ترانه همزبونم باش رو دو بار اجرا کرد که از تلویزیون ملی ایران پخش شد. رادیو و تلویزیون ملی ایران قبل از انقلاب شاهد اجراهای تلویزیونی زیادی از هومیرا همانند اجرای ترانه های همزبونم باش، نگو از گذشته، وقتی که تو رفتی، با دلم مهربان شو، باختن، قاصدک، سکوت، هوای قفس و غیره بوده است. وی در سالهای اخیر از سال 88 به بعد چندین کنسرت و اجرا در کاباره تهران داشته. در این کنسرت ها علاوه بر آهنگ های اجرا شده در غربت، به بازخوانی ترانه های آهنگسازان مطرح ایرانی یعنی پرویز یحیی و علی تجویدی هم پرداخته. کنسرت های هومیرا از سال 88 بدین چرخ بوده: نیویورک 1388، تورنتو 1388، ونکوور 1389، دبی 1390 و لاس وگاس 1390. آخرین آلبوم وی در سال 1383 با نام مهتاب عشق منتشر شد. این آلبوم تلفیقی از موسیقی پاپ و موسیقی کلاسیکه و همچنین در سال 1389 مجموعه ای از بهترین آهنگاش رو در آلبومی به نام 40 ترانه طلایی منتشر کرد. آخرین اثر هومیرا تو بودی با شعری از بیژن ترقی، آهنگ از علی تجویدی و تنظیمی از کاظم عالمی است که در دی 1395 به صورت میکس نشده و آزمایشی منتشر شد. در دی ماه 96 آهنگی از او به نام شمع بی پروانه همراه با موزیک ویدیو پخش شد. آخرین کاری که تاکنون از هومیرا ارائه و موزیک ویدیو آنیز پخش شده، شادی زندگی توی نام داره که بعد از شمع بی پروانه و در همون سال 1395 ارائه شده. این خواننده معروف و محبوب کشورمون تا به الان 16 آلبوم بیرون داده. اولین آلبوم گذشته در سال 1355 و آخرین آلبوم همونطور که گفته شد مهتاب عشق در سال 1383. وی تا کنون حدود 30 تک آهنگ هم از خودش ارائه داده. این هم از بیوگرافی هومیرای عزیز. امیدوارم دوستش داشته باشین. منتظر خوندن کامنت های شما درباره این قسمت و بقیه قسمت هامون هستم و اگر نقد و پیشنهادی باشه حتما بهش گوش میدیم و سعی میکنیم نظرات شما را اعمال کنیم. اگر شخص خاصی رو مد نظر دارین، فقط کافیه اسمش رو برامون کامنت کنین تا در اسرع وقت بیوگرافیش رو براتون آماده کنیم. ایران بیوگرافی، بیوگرافی آنانی که میشناسیم و نمیشناسیم.